فصل سوم. مگر شما با مسیح زنده نشده اید، پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است، زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. وقتی مسیحی که زندگی ما ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. بنابراین تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع را که یک نوع بت پرستی است در خود نابود سازید. به سبب این اعمال است که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید، اعمال شما نیز مانند دیگران بود. اکنون شما همچنین باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به طور کلی دور سازید. دیگر دروغ نگوید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عاداتش قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع کرده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید. متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سر تا سر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می کنید، چه گفتار باشد، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ای زنان، مطیع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهران، زنانتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد. ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. ای غلامان، در کلیه امور مطیع اربابان خود که مانند شما بشرند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می‌خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید و کارهایی را که به شما رجوع می‌کنند با جان و دل انجام دهید، چنان که گویی برای خداوند کار می‌کنید نه برای بشر، زیرا می‌دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد. مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. شخص بدکار کیفر بدی خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود.